بعد غذامون رو کم کردیم، صبحانه و نهار یکی. بحران سوء تغذیه و ناامنی غذایی در برخی از استانهای ایران. سوء تغذیه که بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی بزرگترین عامل مرگ کودکان است، حالا در ایران به گفته مدیر دفتر تغذیه وزارت بهداشت باعث دو برابر شدن لاغری در کودکان شده. زهرا عبداللهی افزایش ناامنی غذایی را در مناطق محروم کشور دلیلی برای افزایش شیوع سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال، نوجوانان و مادران باردار عنوان کرد. لاغری، کم وزنی و کوتاه قدی از جمله شاخص‌هایی است که میزان سوء تغذیه را در کودکان نشان می‌دهد. پراکندگی آمار با توجه به این شاخص‌ها نشان می‌دهد سوء تغذیه در استان‌های محروم کشور به ویژه در دو سال اخیر روند افزایشی داشته. آخرین آمار وزارت بهداشت میگوید میزان لاغری در استان سیستان و بلوچستان از سال 99 از 6% به 12% رسیده. در خراسان جنوبی و طی 3 سال این میزان از 5% به عدد 8% رسیده. بحران سوء تغذیه همچنین در استانهای هرمزگان، کرمان و خوزستان هم نگران کننده اعلام شده. کرونا، تغییرات اقلیمی و خشکسالی کم سابقه در 52 سال اخیر از جمله دلایلی است که ناامنی غذایی را تشدید کرده. اما ریشه این بحران به وضعیت شکننده اقتصاد و افزایش آمار دهک‌های درآمدی پایین با توجه به عبور نرخ تورم سالانه از 54% برمی‌گردد. 445,000 تومان شده. آخرین گزارش‌های مرکز آمار می‌گوید بیشترین فشار تورمی در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی را دهک اول تا چهارم، یعنی کم درآمدترین گروه جامعه، تحمل کردند. مردم به خرابه‌ها پناه بردن. سوء تغذیه نتیجه مواجهه روزانه این خانواده ها برای تامین کالای اساسی است. با سقف درآمدی کمتر از 5 میلیون تومان، وقتی مرکز آمار وزارت کار رسما اعلام می کند نرخ حدود 71% از اقلام خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است. یه دونه مرغ خریدم به قیمت 84,000 تومان. حذف منابع پروتئینی به دلیل گرانی در اقشار کم برخوردار از گوشت قرمز شروع شد و حالا به تخم مرغ و محصولات لبنی رسیده است. اسلامی ارز دو روز شونه تخم مرغ 10,000 تومان اومده روش. سفره‌های خالی از منابع غنی آهن و ویتامین‌های اساسی مانند آ فرایند رشد فرزندان این خانواده‌ها را با مخاطراتی مواجه کرده است. در واقع سوء تغذیه تنها نوک کوه یخ از آسیب‌های فیزیکی، روانی و اجتماعی ناشی از فقر گسترده در کشور را نشان می‌دهد. حمایت از این کودکان بر عهده کیست؟ نقش دولت، وزارت بهداشت در مهار این بحران کجاست؟ آیا بازگشت طرح توزیع شیر در مدارس می‌تواند مقابل این بحران فراگیر بایستد؟ این جامعه که شما فقط شیر میگن رایگان بهش بدین، خیلی 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 پیش بافته و خیلی کهنه هم هست. یعنی اینها برای شما، برای شبانه روزی، برای تغذیه شبانه روزی کودک یا نوجوان، شیر تاثیر اینقدی برای کس نداره. خیلی از اینجایی که میگن ریز مغذی ها رو شما نمیتونید توی شیر داشته باشید. شما نمیتونید اندازه یود شیر رو داشته باشید. شما نمیتونید اندازه آهنی که توی شیر باشه، خیلی مثلا مقدار آهن توی شیر خیلی کمه. سوء تغذیه کودکان شهروندان آسیب پذیر جامعه جدا از اختلالات فیزیکی و بیماری های چون راشیتیسم، کمبینایی، بار روانی هم دارد، جنبه که کمتر به آن توجه می شود. وقتی ناامنی غذایی مادران باردار را تهدید می کند، در واقع نوزادانی داریم که از همان بد به تولد با سوء تغذیه متولد می شوند. آمارها روایت می کنند در دهه 90 شمسی تعداد فقرا دو برابر شده. 8 میلیون شهروند طبقه متوسط در یک کوچ اجباری به قشر طبقه متوسط رو به پایین افسوده شدند. ناامنی غذایی در شکاف عمیق ایجاد شده بین طبقه های اجتماعی تنها متوجه نوزادان و کودکان نیست. یک سوم سالمندان در کلان شهر تهران با بحران سوء تغذیه دست به گریبانند. یعنی در این فساد اقتصادی گسترده نقش بازدارنده و مسئولیت پذیر حکومت حداقل است. فیروزه جابانی، لندن.